سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. اینجا دریاچه چیتگره یا دریاچه شهدای خلیج فارس تهران، بزرگترین دریاچه مصنوعی ایران که توی شمال غرب تهرانه. اومدیم که اینجا رو با همدیگه ببینیم. دریاچه چیتگر به خاطر کم کردن آلودگی هوا ساخته شد. البته ایده اولیش برمیگرده به سال 1349 یا 1971 میلادی که قبل انقلاب بود، اما اون موقع بنا به دلایلی ساخته نشد تا اینکه سال 1389 ساخت شروع شد و سال 1392 یا سال 2014 افتتاح شد. دریاچه چیتگر یکی از 10 تا پروژه برتر جهان تو سال 2015 بوده و مرکز خرید باملند که یکی از لوکس‌ترین مراکز خرید تهران هستم دور این دریاچه هست، که من قبلا یه ویدئوی جداگانه ای از این مرکز خرید گرفتم که لینکش این بالا میذارم که اگه خواستین نگاه کنید. بازدید از دریاچه چیتگر رایگانه، برای همینم مردم به خصوص تو روزهای تعطیل به اینجا میان برای پیاده روی، پیکنیک و شبگردی و کلن توی بهار و تابستون آخر هفته ها خیلی شلوغه. تفریحات خوبی داره مثل شهر بازی، قایق سواری، راید اسکیت، سینمای شیش بعدی، کارتینگ، ماهیگیری و تفریحات دیگه. اگر بخوام قیمت بعضی از بازی هاشو بهتون بگم، مثلا کارتینگ نفری 100,000 تومان یا حدود 4 دلار. البته الان که دارم این ویدیو براتون میگیرم تقریبا دلار 29 خورده ایه. قایق سواری 2 نفره 30,000 تومان یا حدود 1 دلار. قایق موتوری 90,000 تومان یا حدود 3 دلار. ماهیگیری از 50,000 تومان شروع میشه که بسته به مدت زمانشه، یعنی تقریبا از 2 دلار شروع میشه. دوچرخ سواری هم از 20,000 تومان تا 50,000 تومانه که بسته باز به ساعتشه که حدود 1 تا 2 دلاره. شاید خیلی دوست داشته باشن که بدونن عمق این دریاچه چقدره. این دریاچه حدود 130 هکتار مساحت داره و عمقش هم توی کناره ها یک چیزی حدود 1.5 تا 2 متره و وسط دریاچه هم حدود 10 متر عمق داره. کنار این دریاچه هم رستوران های زیادی هستش که میتونید از این رستوران ها استفاده کنید. البته مرکز خرید باملند هم رستوران های زیادی داره که خیلی هاش معروفه.
برشته من کمک کنم. اگه میخواییم به اینجا بیاین، به نظرم بهترین راه استفاده از ماشین شخصیه که باید از سمت اتوبان همت وارد اتوبان خرازی بشین و تابلوهای راهنما هم به اندازه کافی اینجا وجود داره که میتونی از اونها استفاده کنید و خودتون رو به دریاچه برسونید. اگر هم از مترو اتوبوس میخواین استفاده کنید، باید ایستگاه متروی صادقیه از قطار پیاده بشین و سوار اتوبوس‌های شهرک باقری بشین یا سوار تاکسی‌های دریاچه چیتگر. اینجا هم شهر بازیه که بازی‌های زیادی داره. کلاً به نظر من دریاچه چیتگر یک جاییه که برای هر سنی مناسبه و بیشتر هم اگه دقت کرده باشین خانواده‌ها به اینجا میان. خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنید، دم همتون گرم. واقعا این حمایتتون به ما انگیزه خیلی زیادی میده و ما هم فقط میتونیم با تولید ویدیو از شما تشکر کنیم. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و نظرتون هم راجع به این ویدیو تو قسمت کامنت ها بنویسید که خودتون میدونید من تک تک کامنت ها رو میخونم و بهش جواب میدم. خیلی خیلی ممنون، تا ویدیوی بعدی.